وعرفت بحق معنا كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه ان مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته ابدا من يجهل ربا سواه بسم الله الرحمن الرحيم بارض ارض السلام المجدات بين عديقان قسمت سوم برنامه که برنامه جدیدی است و امیدوارم که یکی از مهمترین برنامه ها باشه خداشناسیه خداوند در قرآن کریم با کلام خودش خودش را شناسانده با اسماء حسناش و صفات علیاش خداوند را باید از راه اسمهایی که خودش معرفی کرده و صفاتی که خودش معرفی کرده بشناسیم اگر این اسمها را بشناسیم دیگه بت پرست نخواهیم شد قبر پرست نخواهیم شد انسان پرست نخواهیم شد مخلوق پرست نخواهیم شد مخلوق هر چیزی غیر از خداونده این همه شما در دنیا پرستش های متعدد میبینید موش پرست گرب پرست گاو پرست نمیدونم امام پرست قبر پرست تا پیغمبر پرست اما خداوند خالق این کائنات خودش را معرفی کرده یکی از اسماء نیک خداوند وکیل برادران ارجمند و سروران محترم این موضوع خیلی مهمه یکی از اسمهای خداوند وکیده در قرآن امروز هم فکر در قسمت اول برنامه خوندم خدمتتون که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل وقتی که مردم بر علیه مؤمنان جمع میشن اونها رو میترسونن ایمانشون اضافه میشه و میگه خداوند بر ما کافیه و نعم الوکیل و بهترین وکیله بهترین نماینده پس کفایت فقط خداوند میکنه نه قبر نه امام نه بوت نه بشر اینا قرآن خیلی خوب توضیح میده و نعم الوکیل بهترین وکیل خداونده و این در این آیه تقریبا تنها موضوعی است که در قرآن کریم اسم مطلق معرف به آل اومده و علماء لغت میگن که وقتی که اسم مطلق یا اسم وکیل با ال بیاد دلالت بر معانی علوم میکنه بر برتری میکنه و دلالت بر کمال مطلق میکنه ذلکم الله ربکم لا اله الا هو در سوره انعام میفرماید اون خداوند شماست پروردگار شماست که هیچ معبودی جز او نیست اگر هیچ معبودی جز او نیست که نیست پس چرا سراغ قبرها بریم چرا سراغ غیر خدا بریم چرا سراغ او بریم خالق و کل شی بلکه خالق هر چیزی است همه چیز خداوند خلق کرده فعبدو او را بخوانید نگفته دعا کردن عبادته نگفته امام ها را بخونید قبرها ها را بخونید مرده ها را بخونید گورستان و عبادتگاه بکنید نه فعبدو فقط او را بخوانید و هو علی کل شیء وکیل اینجا نقطه مهمه چون راجع به اسم وکیل یا نماینده یا کفیل داریم حرف میزنیم او بر هر چیزی وکیل نماینده نماینده هر چیزی است او خالق هر چیزی است اینجا علا کل شیء وکیل اختران اسم با علوه و علو بر و برتری مطلق و کاملتر میکنه ولی در شرح این آیه از حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و داریم که ابن عباس نقل میکنه در بخاری که میگه حسبنا الله و نعم الوکیل وقتی اینو خوند و خداوند بر ما کافیه و بهترین وکیل همین آیه رو چرا چرا پیغمبران که قاصدان راستین خداوندن هیچ کدومشون غیر از خدا رو نمیخونند چرا بس مشرکان بشر پرست اماماتو از, از پیغمبری بالاتر میدونند و دعوت پیغمبران را به شرک مبدل کردهاند. پس پیغمبر بر طبق همین آیه میفرماند حسبنا الله و نعم نمیگه حسبنا الامام حسبنا گور قبرستان حسبنا نمیدونم امام رضا امام حسن امام حسین امام فلان بلکه خود ائمه رضی الله تعالی نفرمودند که ما خودمون برای خودمون کافی هستیم علی نگفت یا خودم بلکه همه شما میگفتن یا الله میگفتند حسبون الله پس چرا پیران نمیپرند و مریدان میپرانند شیطان اینجا وایستده لعقودن لهم صراطك المستقیم ای خدایا من بر سر راه مستقیمت میشینم اینجاست که شیطان راه و کشی میخواد مثل خرافیان مثل مشرکان در ایران میوسن که خدا فقط کافی است اینا رو ممنوع میکنن فقط بگو یا الله اینا با یا الله جنگ دارن نخیر آقا این وحاویته میبینید که اینا چقدر خب ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید وقتی که در آتش انداختن دیکتاتورها جباران ولی فقیها خمینیها وقتی در آتشش انداختند چه گفت؟ وحتى محمد الرسول السلام وقتی ترسوندنش چه گفت؟ ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم ایمانا چه گفتند حسبن و حسبنا الله ونعم الوکیل خداوند بر ما کافیه و بهترین نماینده خداونده بهترین وکیل بهترین سند بهترین پشتیبان خداونده امروز ای مسلمانان این همه زیر فشاران در سراسر سر دنیا قتل عام میشن هیچ دینی اینجوری قتل عام نمیشه یک جنگ جهانی سوم برایشون راه افتاده آیا اگه به درستی بگن که حسبنا الله و نعم خداوند نجاتشون نمیده در سنن ترمیزی اومده که پیامبر خدا صلی الله فرمود که چطورید که صاحب سور نزدیک سور بدمه و منتظره که که بهش دستور داده بشه یعنی چطور زندگی من آرام میشه و دمیدن سور نزدیکه بلکه خود پیغمبر خدا از علامات قیامت آخرین پیغمبره وقتی از خواب پیغمبر این حرف رو شنیدن برشان سخت گرام تمام شد پیغمبر به فرمود چی کار کنید؟ گفت علی رو صدا بزنید گفت امام بوتی به نام امام زمان صدا بزنید بری سراغ قبرستان ها بوغ شیپور بندازید نه چه فرمود؟ فرمود قول و حسبنا الله و نعم الوکیل بگوید خداوند بر ما کافیست و بهترین وکیل و نماینده نگو بگید یا ابو فضل آیا حرف پیغمبر درسته یا حرف بشر پرستان ولی زاد پیغمبر می خود پیغمبر که از علامت های قیامته میگه بعثت و ساعت و کهاتین این در بخاری هست از حدیث سهل ابن سعد من و قیامت این چونین یعنی نزدیک پهلوی هم دیگه مبعوض شدم من یعنی من آخرین پیغمبرم یعنی به بیست پیغمبر خدا یکی از علامت قیامته لیکن زمان نسبت به من شما معنی داره نسبت به خداوند خالق زمانه و یکی از علامت های قیامت اینه که مرگ زیاد میشه قاتل نمیدونه چرا کشته میشه مقتول نمیدونه قاتل نمیدونه چرا میکشه مقتول نمیدونه چرا کشته میشه همچنان که ما مسلم روایت میکنه امروز چه همه قتل این همه قتل عام در سوریه در عراق در جاهای دیگه صدها قتل کشتار با مواد مفجره با بشکه و نمیدونم همه زیر سایه شما ولایت فقیه آیا این حدیث پیغمبر رو تایید نمیکنه انسان از اینکه این اخبار میشه به قلبش آب میشه نمیتونه تغییر بده اگه حرف بزن میکشنش سکوت کنه همچنین لذا پیانبر میفرماید که از حدیث ابن ماجه که زمین پر از ظلم میشه و پر از دشمنی تا اینکه برادرم ایسا باس میکرده فیمله و حاقستن و عدا بعد میفرماد که چطور اگه امر معروف نکنید یعنی مردم به کار خیر نخونید نه از منکر نکنید از زشتی ها دور ندارید گفتند که او ذلک کائن یا رسول الله او ذلک کائن و این که لکائن ای بر خدا چون این چیزی ممکنه اصلا تصورش نمی گونجه چرا چون دست برده پیامبران قال نه بله و اشد شدیدتر از اون چطور اگر به منکر دستور بدید و از معروف نهای کنید گفتند که ای رسول خدا هم چیزی ممکنه شدنیه فرمودند که اشد از اون چطور که اگر معروف و منکر بدونید یعنی بدی ها رو خوبی بدونید خوبی ها رو بدی بدونید ما در زمانی هستیم که ارزش ها عوض شده همه چیز ضد ارزش جای ارزش رو گرفته فطرت ما هم شده متاسفانه ولذا کسی که امر خدا رو جاری نکنه اجرا نکنه پیش خدا سبک میشه کسی که به دستورات خداوند به ارزش های آسمانی اهمیت قائل نشه به اسم نیست مسلمان باشه غیر مسلمان باشه اسم, اسم مسلمان بودن کافی نیست وقتی به دستور خداوند ارزش قائل نشید پیش خداوند ارزشی نخواهید داشت ولی در حدیث امام ابو داود سیستانی بلوچستانی از صوبان نقل میکنه که يوشك الأمم أن تدعى عليكم نزيكي كي هابر بر شما حملة بكنا هم چنان كي مهمانها هابر سر صفرها حملة ميكنا يكي گفت كي من أمم أو من قلة يومئذ آيا اون روز ما كمي كمي قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل بلکه شما در روز خیلی زیادید نه مثل خر... مثل سیل میمونی آیا امروز این چون این هست یا نه؟ یک میلیارد و هفتاد هشتاد میلیون مسلمان هیچ ارزشی ندارن چرا؟ چون امر خداوند برشون ارزش نداره دشمنانشون قرنها کار کردن تا اونها را از دین خود دور کنن رافزیگری یکی از این وسایله شما زیادی ولی خاشاق خاشا جاش کجاست بالا سیل ارزشی نداره هر این بر اون یعنی هر جک سیل میخواد ببردش آیا خس و خاشاک در مسیر سیل اثر میذاره نه چرا چرا اینجوری ولی اختفان نفی قلوب کن در دلتون ترس خواهد افتاد گفتن این چیه رسول خدا فرمودند که محبت دنیا و ترس از مرگ خلاصه این مشکل اینه که مسلمانان آنچان که باید خدا رو نشناختند صفات خدا رو نشناختند موحد نشدند دستورات خدا برشون ارزش قائل نیست نه ارزش من نیست و رضا پیش خدا من سبک شدن وقتی که اونها مسلمان بودند مؤمن بودند موحد بودند کنتم خیر امت اخرجت للناس شما بهترین امتی هستید و اصحاب محمد میگوید که برای مردم ظاهر شدید لیکن این خیریت این برتری بودن این بهتر بودن علتش چه بود تأمرون بالمعروف و تنهون المنکر به کار خیر میخونید به معروف میخونید و مردم از زشتی ها و منکرات دور میکنید و تؤمنون بالله و به خدا ایمان دارید آل عمران آیه 110 نگفت تومنون بالامام الامام تومنون به چاره امام زاده آخرین امام خمینی باشه نه چرا خدا من مسلمانان پیش از ما رو بنی اسرائیل رو هلاک کرد مگه اونا مؤمن نبودن مگه پیغمبر ایمان نداشتن مگه به خدا ایمان نداشتن چرا؟ کانو لا یتناهون آن ممکن فعلو از کارازش جلوگیری نمیکردن کردن کارازش انجام میدادن علت خیریت این اومد اینه که انسان به خیر و معروف دعوت کنه از زشتی دور دور کنه اگر چون این کاری نکنه این علت از بمیره مثل همه اومد هایی که خداوند خلقشون کرده فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا براشون همشون در صورت کهف در روز قیامت هیچ ارزشی قائل نمیشیم بس همه کسانی که به خدا اعتقاد ندارن این ها حقایق دردمندی است ولیکن ضروری حقیقت تلخ هزار بار بهتر از افسانه و خرافه دلخوشکنه وکیل که اسم خداونده یعنی مدبر یعنی سرپرست امروز آیا رئیس جمهور سابق ایران نمی گفت سرپرستی بطیه به نام امام زمان مدبره تدبیر عالم میکنه هنوز میلیون ها فریب خورده مدعی تشیع همین اعتقاد ندارن وکیل در زبان عربی به معنای مدبر مشرف کفیل مدیر کسی که متکفل رزق بندگانه حقیقت وکیل اینه که کارهای موکل الهشو کلی به عهده گرفته وکیل کامله ما وکالت عمومی داریم شما ممکنه مثلا کسی کسی رو وکیل کنی براتون نماینده شما باشه حتی همسرتون طلاق بده یا به جای شما عقدتون رو ببنده اینا عمومی عمومیه شما وقتی که میگی من فلانی رو وکیل کردم یعنی اختیار تام بهش دادم یا بهش اعتماد کردم ات... چون اطمینان به ب... شایستگیش داری یا اینکه اون کار خودت آجزید نمیتونید انجام بدی وکیلت کلی اونو به هده میگیره شما همه اختیارات دار... خودتو داد میدی به وکیل پس توکل گاهی به معنی مدیریت میاد به معنای مراقبت میاد ولی زفتی همه رو خدا میفرماید گاهی معنا حفظ میاد من توکل لی ما بین لحیه و ما بین رجلی توکلت له بالجنه کسی که زامن بین دو فکش باشه و بین دو پاش باشه یعنی بین زامن شرمگاهش و زبانش میگه من وکیلش در جنت هستم یعنی من زامنش برای جنت هستم این دوتا رو حفظ کنه من جنت رو برایش حفظ میکنم یعنی که این به جنت میکشونه تمام فسادها از این دو راه میاد از راه بدگویی یا بدعملی از راه خدا نکرده زنا زنا رو آخون اومده <تصفح> چیکار کرده؟ عبادتش کرده اسمشو گذاشته سیغه این از بین پیامبر میفرمد که هر زامن زبانش بشه اینا میگد که بر دشمنانتون افترا بزنید تهمت بزنید تبلیغات بکنید ببینید چطوری ضد ارزش ها رو ارزش گذاشتن آیا این بدترین تصور ممکن از دین نیست و این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و دلالت بر این میکنه که بیشتر گناهان مردم از زبانشونه همچنان که امام ترمیزی روایت میکنه این رجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا شخصی سخنی میگه اهمیت بهش نمیده یهوی بها فی جهنم سبین خریفا همین سخنی که بهش اهمیت نمیده هفتاد سال سبب افتادنش در جهنم میشه بنابر خداوند من توکل لی ما بین رجلی ها در صدد تعریف توکل هستیم کسی که زامن شمگاهش بشه میشه جنس یعنی و, و... و زامن زبانش بشه همچنان که ما بخاری نقل میکنه از سهل بن سعد توکل تلوه بالجنه من زامن جنتش میشم یعنی چی؟ این کسی که زامن شهوتهاش و حرفهاش بشه خداوند بهش جنت میده و این اصلش در قرآنه والذین هم لفروج هم حافظون ضبط شهوت ها کسانی که حافظ شرمگاه ها شنا آخون اومده با تک تک آیه ها بازی کرده قرآن میگه کسانی که حافظ شرمگاه ها اینا میگه نه آقا بهشت آسمانی رو تو, ج... تو ج... ب... نشون دادم بارها براتون بهشت آسمانی رو بیاریم, بیاریم رو زمین این حوزه زنانه چکار میکنه قبر امام رو چکار میکنن؟ این آستانه،, آستانه ها رو چکار میکنن؟ این گوره ها رو چکار میکنن؟ سیغه خونه نکردنشون؟ شما؟ آیا فسادی بالاتر از این؟ شما رو به خدا آیا مسیحیان با کلیسه هاشون این کار میکنن؟ با این در... تا این درجه؟ علنی؟ یهودیان با کلیسه هاشون این کار میکنن؟ تا این درجه علنی؟ افتخار؟ لا در اسلام محرومیت نادرين که آقا ازدواج نکن مثل که شیشا باش نمیدونم پاپ باش که ك... نه هم لِفُرُوجِهِمْ حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين جوز بر سرارشون دین فطریه یعنی يعني چی یعنی يعني کسی که شهوت هاشو زبانشو بر طبق شر خدا به کار ببره نه بر طبق شر آخون اینا رو منضبط بکنه خدا من بهش جنت میده و... وکیلش در جنت ولیسا امام غزالی بیست یا سی گناه و میشماره که اینها گناهان زبانه غیبت سخنچینی بهتان مسخره فوش اینا فوش عبادات کردن افک اینا همسر پیغمبر رو افک میزنن افترا میزنن مسخره میکنن گناهان زبان لا تعد ولا تحصا بیشماره اما زندگی های باطنی روحانی نمای افترا بزن اوان فریب ی تشیع همه این قباحت ها را همه این زشتی ها را ظاهر عبادی دادن این مصیبت اینجاست از این بدبختایی که میان اینجا فوش میدن این همه تربیت شده مکتب آخوندی ها. اما پیانبر خدا صلی اللہ و وسلم چی میفرماید لا یستقیم ایمان و عبدین حتا یستقیم قلبه ایمان عبدی ایمان بنده درست نمیشه مگه قلبش مستقیم بشه ولا یستقیم قلبه حتا یستقیم لسانه قلبش درست نمیشه مگه که زبانش درست بشه یعنی با هم دیگه مرتبط هم. چرا پیان بر میفرماد که المر بس و بسقره به زبانش و به قلبشه انسان خلاصه انسان دو چیزشه قلبش و زبانشه توکل به معنای اعتماد بر دیگریه اطمینان تو به امیدی قلب تو به امیدی من دوم و توکل و خداوند میفرماید در سوره طلاق آیه سه و من یتوکل علی الله فهو حسبه کسی که بر خداوند توکل کند او کافی شه نگفت قبر نگفت گور نگفت امام رضا نگفت بوت امام زمان نگفت پیر و پاتال و قلندر و امام زاده و پیغمبر زاده و نمیدونم اینا اینا رو نمیگویند الله همه پیغمبران خداوند فرستاده به خاطر معرفی چون صفاتی آیا آخوند؟ آیا مشرکان آیا قبر پرستان آیا گور پرستان آیا بود پرستان آیا غیر خدا پرستان بین آیا ایمان دارن یا قاطی پاتی میکنن کسی که بر خدا توکل کنه اعتمادش فقط بر خداوند باشه بر قوی ترین اقویا توکل کرده محل توکل کجاست قلب آدمی ولی این قلب اگه تسلیم خدا کنید مسلمانی تسلیم غیر خدا کنید توجه غیر خدا کنید همونی که هستی که توجه کردی بهش قلب تو تسلیم خدا کردی خدا پرستی تسلیم امام کردید امام پرستی تسلیم یعنی به کجا متوجهش کردید مثل چراغ کجا فرستادیش؟ خب چراغ دستی رو کجا میزنید اونه پس محل توکل قلبه اما اعضا اینا کار کوشش میخواد چرا؟ بلکه ان الله یلوم ولل همچنان که امام ابو داود نقل میکنه که خدا من بر عجز و بر تنبلی سرزنش میکنه انسان تنبل باشه فقط همش بگه من توکل کردم ولی آقا ما چیزی ما دست ما نیست خدا خود داند اینا, ناب... اینا یعصه اینها گوشگیری از جامعه اینا تشاؤمه این صفات یک مؤمن صفات یک انسان نیست انت عود و نود باز کردیم ما بهتون باز میکردیم لیکن اینو باید دونست که تنها و تنها همه کارها دست خداونده ولذا در سوره هود آیه 123 میفرماید و الیه یرجع الامر کله امور همه به با او باز میگردد فعبده او را عبادت کنه محمد و توکل علیه بر او توکل کن و رضا میفرد و من یتوکل علی الله فهو حسبو هر کی بر خدا توکل کند او برش کافیه چرا نمیگوید به غیر از خدا برکه این دین دین توحید یا دین شرک نیست بر کسی که بر خدا توکل کنه بر قوی ترین توکل کرده أجر خداوند با تو هست کی با و بر علیه <تضحكي> توست کی با ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معنا كم مر العمر ولا ادري بحياتي ما معنى الله ادركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه